این یه عکس خانوادگیه، این منم، این مامانه و این توی. الان دیگه 4 سالته و هر روز یه عالم سوال از من و از مامان میپرسی. بعضی وقتا هم خیلی نمیدونی ماجرا چی بود و باید چی بپرسی، مثل اون روز توی پارک موقع سرسره بازی که وقتی نوبت تو شد پسر بچه جلویی به جای اینکه بره کنار دستاشو گرفت و طرف سرسره و زبونشو برات در آورد. یادم هست که اول کمی مکس کردی، بعد دنبال من گشتی و پرسیدی چی کار کرد بابا؟ نفهمیده بودی چرا این کارو کرده، نمیدونستی باید سر بخوری یا باید وایسی. شاید هم داشتی فکر میکردی تو هم زبونتو براش در بیاری، یا نمیدونم، ولی همین شد که فکر کردم باید از بهترین راهی که بلدم بعضی از چیزایی رو که بین آدم ها فاصله میندازن یه جور یواش مهربون خوبی برای توضیح بدم. برای کشیدن این قصه ها باید یه عالمه حرف بزنم با خودم و با بقیه. برای همین صبحای زود قبل از اینکه برم سر کار یه آب لیمو عسل صبحگاهی میزنم به بدن و شروع میکنم. وقتی به عفو و انتقام فکر میکنم یاد همه بارایی میفتم که ایرانی‌ها و عراقی‌ها، اسرائیلی‌ها و عربا، امریکایی‌ها و داعشی‌ها برای هم شاخشونه کشیدن که چون کشتین میکشیم، چون گرفتین میگیریم، چون زدین میزنیم. یاد اون بزرگایی که عزیزاشون رو کشتن و صبر کردن، گرفتن و نگاه کردن، زدن و سکوت کردن، بخشیدن ولی فراموش نمی کنن. و یاد اون روزی می افتم که دختر خاله توابم از دمپایی‌هایی که دم حسینی اوین بار کامیون شدن برامون گفت و گفت که نمیبخشه و نه فراموش میکنه. و یاد پدرم که بهش گفت اونا برای دنیای بهتر از جونشون گذشتن، ما هم برای دنیای بهتر میتونیم از حقمون بگذریم، بلکه این دور تسلسل باطل بشکنیم. ما میبخشیم تا فراموش کنیم. نمیدونم، یه چیزی میخواستم بگم در نیامد. چی میگه؟ در انتقام لذتی نیست که سعی میکنم نگیرم. از وقتی خیلی حال میده. بده. عصبانیت. بهش فکر کردم تا حالا. That's it. قراره که لذتش از بخشیدن کمتر باشه، ولی بعضی وقتا بکنم بیشتر. تو این دور زمونه بخشیدن کار خیلی ساده ای نیست. Love. نه نیست خوب. شاید بهترین کاریه که میشه کرد. بهتر از انتقامه. چون که واسه بخشیدن آدم واقعا باید یه قوت یا قدرتی داشته باشه که بتونه یکی رو ببخشه. اونم خوبه از وقتها دیگه. سخته ولی خب خیلی خوبه آدم بتونه ببخشه. این یه واقعیت، یه آدم هایی هستن، یه سیستم هایی هستن که متاسفانه غیر از حرف زور حالشون نمیشه، بنابراین مجبوری که مقابله اسم کنیم. حالا فرض کنید که حالا من میخوام انتقام بگیرم، نتیجه حالا انتقام چی بوده؟ چی به خودش آورده؟ جز جنگ بیشتر، جز مشکلات بیشتر؟
فقط اونجا استند میکنم، بهشون نگاه میکنم که بعد به خاطر اینکه اگر بهشون یه چیزی بگم اونا عصبانی میشن و یه کاری میکنن، به خاطر اینکه اونا نمیفهمن که کار بده. اعتقاد ندارم که انتقام گرفتن درسته، ولی من یه انسانم، یه جاهای دیگه اگه نتونم تحمل کنم شاید در یه سطحی یه کاری بکنم که از نظر خودم فکر کنم که خب من حداقل با این کار دارم خودم یه ذره راحت تر میشم، یه فشار از رو خودم برمیدارم، یه کمی اون فشاری که اون طرف روی من گذاشته. There's no point to fight when it's gonna make it worse. بخشش همیشه راه حل خوبی نیست. اگر ما ایدئالمون اینه که ساختن یه دنیایی که همه با هم متحد باشن و در کنار هم بتونن راحت زندگی کنن، ما چاره ای نداریم جز بخشش. یکی بیاد فرض کن که بچه تو بخوابه تو گوشش، بچه مثلا بخوره زمین کلش بشکنه، خب مثلا میدونی تصور کنی بعد حالا ببخشیم آدمو، ممکنه که شما در عکس العمل به اون نیای، شما خشونت به ورزی خودت مثلا به یک برید دنبال قانون یا برید دنبال اینکه به یه نحوی طرف و عدالت رو اجرا بکنی، ولی اینکه حالا یه همینطور ببخشی الکی، این اصلا به چه دردی میخوره اون بخشش وقتی که منجر به عدالت نشدن بالاخره میخواد جامعه شاهد عدالت بشه. توانایی ما هم در برابر اعاده حقمون توی این قضایا متفاوته، گاهی میتونی گاهی نمیتونی. ممکن نتونم تو صورتشون بگم که چقدر منو ناراحت کردن یا چه ضربه بزرگی به هم زدن، اما سعی میکنم از یک طریقی براشون یه نامه‌ای بنویسم که توضیح بدم که این حرفشون یا کارشون منو آزار داده، حداقل آره با من این کار رو انجام داده اما با بقیه در آینده این کار رو انجام ندن. به خاطر اینکه به من شده نمیخوام به اونا بشه. مثلا فرض کنیم اگر یکی از اعضای خانواده منو به دلیل اعتقادش میکشتن، احتمالا من کار خاصی نمیتونستم بکنم در اعاده، حداقل در عدالت خواهی برای اون داستان تو اون وضعیت تو اون مملکت. خیلی بزرگی میخواد که ببخشی همچین آدمی. من فکر نمیکنم بتونم ببخشمش، ولی فکرم نمیکنم همون انتقام مثلا قصاص رو بگیرم ازش که مثلا بکشمش. بله خیلی فشار میاد به من وقتی که عزیز من رو از بین میبرن. خب من چی کار میخوام بکنم؟ برم اونو بکشم؟ چی حل میشه؟ چه مشکلی حل میشه؟ که بتونم ببخشم بفرموش کنم، ولی خب خیلی طول میکشه. بعضی وقتا لازم دارم که یه چیزایی رو بروز بدم که حداقل راحت شم که بعد بتونم ببخشم. بخشش موقع پیدا میکنه یکی معذرت خواهی آدم بکنه، از معذرت بخواد، مسئولیت قبول بکنه، بعد آدم میبخشه. ولی وقتی کسی که زده کشته هنوز هم دورتنش باقیه و اصلا حاضر نیست قبول کنه که اشتباه کرده، بخشش بی‌معنیه. موقع یعنی چی بخشش؟ اصلا خیلی مهمه که آدم طرف بدونه چیکار کرده، بفهمه که چیکار کرده. بعضی وقتا حتی این حس انتقامی هم که واسه من به وجود میاد به خاطر اینه که به طرف بفهمم ببین چیکار کردی با من، حداقل روشن بشه عامل اون کار جنایت مرتکب شده، به دادگاه با یکی حرف بزنه، به جان به مطبوعات بگه، سر صدا کنه که دیگه اون ظلم اتفاق نیفته. ولی کاری کنی که معنی من چیزی برای مهمه نیست که جدا بتون جلوی ظلمو بگیره.
و کوتاه بیاییم و سعی کنیم با هم به جوابی که نیاز داریم برسیم. هر شخصی بنابه اعتقادات خودش، بنابه نگاهی که به زندگی داره، میتونه با قضیه به شکل خودش مسئله رو حل کنه. تمرکز باید سعی باشه ببین باشه که سعی کنه حقش رو پس بگیره، حالا به هر طریق قانونی که میشه و تا جایی که میشه بدون هیچگونه خشونت. برای اینکه وقتی تو هم دست به خشونت بزنی، تو هم در واقع یه جوری مشروعیت اخلاقی خودت از دست میدی. مثل این چیز بازی دومینو هست، یکی رو میزنی پخش میشه همه چی، و من امیدوارم که با بخشش اون دومینو حرکت کنه. این منم، اینم مریم گلیه، اینم یه پروانه است که با من و مریم گلی خیلی دوسته. مریم گلی از همون بچگی عجیب بود. وقتی از شکم مامانش اومد بیرون، اولین کاری که کرد این بود که یه شاخه گل گرفت طرف آقای دکتر. دکتر خیلی تعجب کرد، پرستارام حیرون مونده بودن. مریم که دید هیچکی بهش توجه نداره، زد زیر گریه و تا وقتی دکتر شاخه گل رو ازش نگرفت ساکت نشد. یه روز تو مهد کودک یکی از بچه ها موی مریم رو کشید. مریم گریش گرفت، ولی بعد از تو جیبش یه گل در آورد و گرفت طرف پسره. یه روز تو مدرسه یکی از بچه ها جامدادیشو که خیلی هم دوست داشت کش رفت. مریم یه خورده گریه کرد، ولی بعد از تو جیبش یه گل در آورد و داد به دختره. بعدتر تو دبیرستان یه پسره برای اولین بار مریمو بوسید. مریم عاشق پسره شد، ولی یه روز اتفاقی دید که پسره داره یه دختر دیگرم میبوسه. مریم تب کرد و تو خونه موند. ولی دو ماه بعد وقتی برگشت مدرسه، همه دیدن که از جیبش یه گل در آورد و داد به پسره. تو دانشگاه یه پسری عاشق مریم شد. مریم باورش نکرد، ولی پسرم ولکن نبود و همه جا دنبال مریم میرفت، تا بالاخره مریم راضی شد و قرار مدار ازدواجم گذاشتن. ولی یه هفته مونده به ازدواج، پسره گفت دیگه نمیتونه با مریم ازدواج کنه چون عشق قدیمیش برگشته. کمر مریم شکست، بغزش ترکید و 10 سال تموم گریه کرد. ولی آخر سر شب ازدواج پسره یه شاخه گل براش فرستاد. مریم معلم بچه ها شد. بچه ها خیلی دوستش داشتن. ولی یکی از همکاراش براش حرف در آورد و از کار اخراجش کرد. مریم خودشو آروم کرد. تو سکوت وسایلشو جمع کرد. و قبل از بیرون رفتن یه شاخه گل به همکارش داد.
بعد یه شب به خاطر چیزایی که به بچه‌ها گفته بود ریختن دیدش. بچه‌ها هیچ وقت نمیشه فراموش کرد، ولی همیشه میشه بخشید. بازجوش خیلی عصبانی و بددهن بود و هرچی مریم گفت که به سیاست کاری نداره تو گوشش نرفت. ولی مریم هر بار با لبخند یه شاخه گل به بازجوش داد. همه ی وسایلشو گشتن، ممنوع ملاقاتش کردن، ولی نتونستن بفهمن اون گلا رو از کجا میاره. وقتی مریم در سحرگاه یه روز غمگین پاییزی اعدام میشد، تنها کاری که کرد این بود که به مسئول اعدامش لبخند زد و یه شاخه گل به طرفش گرفت. گورکنا هر کاری کردن نتونستن دست مریم رو خم کنن. این شد که دست مریم با یه شاخه گل بیرون خاک موند. مردم اومدن و رفتن، تظاهرات کردن، جنگ شد، عزاداری کردن، شادی کردن، ولی دست مریم همونجا بیرون خاک موند. این مریمه، اینم منم. من مثل خیلی های دیگه هر وقت از نبخشیدن آدم ها خسته میشم سری به مریم میزنم و براش گل میارم.